فعالیت‌های کانون‌های شورشی. تهران، دانشگاه آزاد. ادامه تجمع اعتراضی دانشجویان در رابطه با جان باختن 10 تن در جریان سقوط اتوبوس. ادامه اعتصاب کامیونداران و رانندگان زحمتکش در شهرهای مختلف میهن. تجمع اعتراضی خانواده‌ها و بستگان کارگران دستگیر شده فولاد اهواز در مقابل استانداری رژیم در این شهر. ورشکستگی نمایش‌های حکومتی 9 دی در سالگرد ضد تظاهرات رژیم علیه قیام روز عاشورای 88. هشدارهای هراسان سرکردگان سپاه و نظام ولایت فقیه درباره خطر قیام و مجاهدین در شهرهای مختلف و در مجلس آخوندی. نکته دیگر، رخنه فرصت طلبان و استفاده ضد انقلاب از کشمکش‌های سیاسی داخلی کشور است. تروریست‌های جلاد و معاندین انقلاب در پی فرصت برای ضربه زدن به همه ابعاد انقلاب هستند. در حقیقت فتنه 88 همون اهداف منافقین خلق برای نابودی نظام را دنبال می‌کرد. دانید فتنه 88 آخرین فتنه در این نظام نبود. دولت، قوه قضاییه، سال را پرحادثه نشان ندهید. هنوز سال اتمام نرسیده، میگیم برای سال 98 یک بلایی در راه است. پاسدار عبدالله گنجی، گرداننده روزنامه سپاه پاسداران، در نمایش حکومتی 9 دی در شهر کرد. مجاهدینی که از عراق به آلبانی منتقل شدند برای شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید می‌کنند. تولید و نشر بسیاری از پست‌های مجازی در رابطه با کارگران نیشکر هفت‌تپه و محل زندگی فرزندان مسئولان کشوری و تابعیت ریاست جمهور از جمله اقدامات مجاهدین است. هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم درباره تورم افسار گسیخته تا پایان سال جاری. حجم نقدینگی در 5 سال گذشته 3 برابر شده است. بانک مرکزی رژیم در اقدامی کم سابقه نرخ تورم آذر ماه را که در سایت رسمی خود گذاشته بود به سرعت حذف کرد. یک منبع حکومتی:
بر اساس آمار حذف شده از سایت بانک مرکزی، تورم 12 ماهه 24% و تورم نقطه به نقطه در آذر بیش از 42% بوده که در 5 سال گذشته بیشترین رقم تورم محسوب می شود. اعتراف منابع حکومتی به بیکاری 300 هزار تن از کارگران قطعه ساز به دنبال تشدید بحران لاعلاج اقتصادی. اعتراف فضاحت‌بار پاسدار محسن رضایی، سرکرده سپاه پاسداران در دوران جنگ ضد میهنی، درباره عملیات پرتلفات کربلای 4 و کشمکش باندها و سرکردگان رژیم بر سر جنایات جنگی ارتکابی و تلفات سنگین در جریان اصرار بر ادامه جنگ 8 ساله با شعار فتح قدس از طریق کربلا. حسام الدین آشنا، مشاور و مهره اطلاعاتی آخوند روحانی و از شرکای جنایات جنگی، خطاب به پاسدار محسن رضایی: وقت آن رسیده که تن به شفافیت داده و به سوالات کهنه درباره رازهای سر به مهر پاسخ دهید. بحران درونی رژیم بر سر لایحه بودجه و ورشکستگی اقتصادی، یک عضو مجلس ارتجاع. وزیر بهداشت روحانی در اعتراض به کاهش بودجه این وزارتخانه استعفا داده است. افغانستان. مدیر بخش تروریسم پلیس هرات بعد از آن که برادرش ترور شد اعلام کرد تمامی حملات هدفمند در هرات با هدایت محمود افخمی، سرکنسول رژیم ایران در این استان انجام شده است. سالگرد در هم شکستن مهمترین ضرب الاجل مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی در کارزار درس ماندگار. مسعود رجوی، 10 دی 1390، 31 دسامبر 2011. پخش در پایان اخبار.
روز یکشنبه 9 دی ماه دانشجویان دانشگاه علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد تهران در میدان دانش این دانشگاه دومین روز تجمع اعتراضی خود را برگزار کردند. این تجمع در اعتراض به کشته شدن 10 تن در سانحه سقوط اتوبوس و عدم پاسخگویی کارگزاران رژیم برگزار شد. ماموران و عوامل حراست رژیم برای جلوگیری از گسترش دامنه اعتراضات از ورود دانشجویان به دانشگاه ممانعت کردند. در این تجمع یکی از دانشجویان طی سخنانی گفت: و دلیل ایستادن ما در این جایگاه همین است و بس. ما تا جان در بدن داریم دیگر تن به ذلت و خفت و خاری نخواهیم داد. ما ایستاده ایم که بگوییم دیگر توان دیدن چنین صحنه هایی بر ما نیست و ما نیز جایز نیست ببینیم بدن بر نیاوریم. ما دیگر سکوت نخواهیم کرد و با هیچ انگ و برچسبی از میدان خارج نخواهیم شد، مگر خون ما از خون ده عزیز همکلاسیان رنگین‌تر است. چه سود و چه حاصل این تن به سازش و خفت. ما تا آخر ایستادیم. رئیس مزدور دانشگاه آزاد، واحد علوم و تحقیقات که جرأت رو در رو شدن با دانشجویان را نداشت، فرار را برقرار ترجیح داد و به سرعت از محل دور شد. این در حالی بود که دانشجویان خودروی وی را تعقیب می‌کردند. روز یکشنبه 9 دی ماه جمعی از خانواده‌های کارگران زندانی گروه ملی فولاد اهواز در مقابل استانداری رژیم دست به تجمع زده و خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. خانواده کارگران بنرها و تراکت‌هایی در دست داشتند که بر روی آنها نوشته شده بود: کارگر زندانی آزاد باید گردد. اعتراض خانواده‌های کارگران گروه ملی در به استانداری خوزستان، خواستار آزادی پدران، فرزندان و برادرانشان هستند. نه دی، خبرنگاری سیمای آزادی از اهواز. روز یکشنبه 9 دی ماه 97، نهمین روز اعتصاب کامیونداران در شهرهای مختلف ادامه یافت. کامیونداران اردبیل در اعتراض به پایین بودن کرایه‌ها اعتصاب کرده و از بارگیری خودداری کردند. این اعتصاب در نهمین روز خود در 58 شهر از 26 استان گسترش یافته است. 97 ده 8 جاده مرند بازرگان خالی از کامیون و ترانزیت. پایانه بندر عباس، تاریخ 8 زمینگیر شدن کامیون ها در نتیجه سیاست آخوندی در تاریخ 40 سال حکومت، متاسفانه از بین رفتن شهرک های سنتی، همینطور تن فروشی، اعضا فروشی، از بین رفتن جنگل ها، مراتع منابع زیرزمینی. خبرنگار سیمای آزادی از بندر عباس. کشاورزان ورزنه روز یکشنبه بار دیگر تجمع و تظاهرات خود را در اعتراض به ندادن حقابهشان برگزار کردند و علیه کارگزاران رژیم شعار سر دادند.
با سلام، خبرهای این ساعت را ادامه می‌دهیم. به رغم بسیج همه‌جانبه خامنه‌ای برای برپایی ضد تظاهرات حکومتی 9 دی علیه قیام روز عاشورا در 6 دی سال 88، این نمایش حکومتی با شکست و فضیحت روبرو شد. حکومت آخوندی نمایش را در اغلب شهرها در اماکن سربسته برگزار کرد و شرکت کنندگان در این تجمعات تنها شامل عوامل سپاه و بسیجی و مزدوران و مواجب بگیران رژیم بودند. در سالگرد نمایش حکومتی 9 دی، رئیس مجلس حکومت آخوندی پاسدار علی لاریجانی درباره قیام روز عاشورا در تهران در 6 دی ماه سال 88 و خطر خیزش‌های مردمی و مجاهدین برای تمامیت نظام گفت: نکته دیگر رخنه فرصت طلبان و استفاده ضد انقلاب از کشمکش های سیاسی داخلی کشور است. این ملت بزرگ این تجربه ها را دارد و از همین رو این روزها با حساسیت زیاد علی رغم بسیاری از مشکلات کشور و تحریم ها صحنه را زیر نظر دارد و می داند تروریست های جلاد و معاندین انقلاب در پی فرصت برای ضربه زدن به همه ابعاد انقلاب هستند. و امروز هم در شرایط پیچیده ای قرار داریم که هم مشکلات اقتصادی فشار اجتماعی زیادی ایجاد کرده، هم در صحنه بین الملل آمریکایی‌ها خیلی روشن‌تر از قبل مبارزه با ملت ایران را سر لوحه خود قرار دادند. در همین وضعیت است که توجه به رهنمودهای رهبری بیش از گذشته ضرورت دارد. در جلسه مجلس ارتجاع در روز 9 دی، آخوند موسوی لارگانی نیز گفت فتنه 88 همان اهداف مجاهدین خلق برای نابودی نظام را دنبال می‌کند. کالبد شکافی فتنه 88 و حماسه 9 دی متوجه می‌شویم که جریان نفاق و ضد انقلاب با پوشش و شعار انقلابی برای ایجاد اصلاحات در انقلاب شکل گرفته بود. در حقیقت فتنه 88 همون اهداف منافقین خلق برای نابودی نظام را دنبال می‌کرد. دانید فتنه 88 آخرین فتنه در این نظام نبود. همچنین در شهر کرد در نمایش حکومتی 9 دی، پاسدار عبدالله گنجی گرداننده روزنامه سپاه پاسداران گفت مجاهدینی که از عراق به آلبانی منتقل شدند در حال حاضر برای شبکه‌های اجتماعی محتوا تولید می‌کنند. وی افزود تولید و نشر بسیاری از پست‌های مجازی در رابطه با کارگران نیشکر هفت‌تپه، محل زندگی فرزندان مسئولان کشوری و تابعیت ریاست جمهور از جمله اقدامات مجاهدین است. در نمایش حکومتی 9 دی در قم، آخوند احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه خبرگان ارتجاع صحنه‌گردان مراسم بود. به وحشت‌زده از قیام عاشورا در 6 دی ماه 88 گفت مردم تهران 8 ماه اغتشاشات رو دیدن. دیدن در هر مناسبت ملی اینها اغتشاش میکنن، در هر مناسبت ملی مذهبی امنیت مردم رو از بین میبرند. دیگه برای اینها قابل تحمل نبود. زوج جوان سوار ماشین محاسن داره، همراه خانم چادریش نشسته تو ماشین، از ماشین پیادش میکنن، میگن این خودشه بزنید. آخوند احمد خاتمی هنگامی که بهمن ماه سال 89 صحنه‌گردان برنامه رژیم در قم بود، با ترس و وحشت گفت که این قیام ها و همچنین قیام روز عاشورای سال 88 کار کسانی بود که شعار مرگ بر ضد ولایت فقیه سر می دادند.
اختشاشات روز 25 بهمن جنس اختشاش روز عاشورا بود، یعنی همون جنایتکارانی که به عزاداران سید الشهدا حمله کردند، همون جنایتکارانی که مرگ بر اصل ولایت فقیه گفتند. به همین دلیل است ما از مسئولان محترم نظام می‌خواهیم برخورد قاطع انقلابی با همه جریان‌های فتنه داشته باشند. در بسیج حکومتی نه دی 88 خامنه‌ای در تهران آخوند علم‌الهدی را برای عربده‌کشی به صحنه آورده و او را با ترس و وحشت بسیار از لرزه سرنگونی در ارکان نظام ولایت فقیه و نقش مجاهدین در قیام روز عاشورا در ششم دی ماه 88 گفت: حرکت روز عاشورا فرماندهش منافقین بودن، چون شعارهایی که منافقین روی سایتشون از 16 آذر گذاشتن، آشوبگران عاشورا اون شعارهای منافقین رو سر دادن، پس اینها دستیار منافقین بودن، فرمانده حرکت روز عاشورا منافقین بودن، منافقین فرمانده عملیات روز عاشورا بودن. اینا نه تنها اعلام همکاری کردن، بلکه اینا پیاده نظام منافقین شدن، سرباز منافقین شدن، تو عرصه آمدن. در جلسه روز یک شنبه مجلس آخوندی، محبینیان نیز هراس رژیم را از تحولات سال 98 برملا کرد و گفت: دولت، قوه قضاییه، سال را پرحادثه نشان ندهید. هنوز سال اتمام نرسیده میگیم برای سال 98 یک بلایی در راه است. اگر ضد انقلاب هم عرضه نداشته باشه در خیابان‌های مملکت آشوب بپا کنه، این راست و چپ الحمدلله خیابان‌های کشور رو صحنه آشوب می‌کنن. میگیم سال آتی ما پر از مفسده، تعارض، بدبختی، بیچارگی است. مرکز پژوهش‌های مجلس رژیم طی گزارشی درباره بحران اقتصادی رژیم و تورم افسار گسیخته تا پایان سال جاری هشدار داد. در این گزارش آمده است حجم نقدینگی از 506 هزار میلیارد تومان در اواسط سال 92 به بیش از 1672 هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی نقدینگی در 5 سال گذشته 3 برابر شده است. این گزارش می‌افزاید ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش نقدینگی آثار تورمی را به تأخیر انداخته است و اگر ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد یا سرعت گردش نقدینگی افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسار گسیخته منجر شود که شواهد آن تا حدی در نیمه نخست امسال مشاهده می‌شود. بانک مرکزی رژیم در اقدامی کم سابقه نرخ تورم آذر ماه را که در سایت رسمی خود گذاشته بود به سرعت حذف کرد. یک منبع اقتصادی رژیم نوشت: بر اساس آمار حذف شده از سایت بانک مرکزی، تورم 12 ماهه آبان ماه سال گذشته تا آبان ماه امسال 24% و تورم نقطه به نقطه در آذر ماه بیش از 42% بوده که در 5 سال گذشته بیشترین رقم تورم محسوب می شود. آمارهای قبلی بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ تورم در تیر ماه سال جاری حدود 10% بوده و در آبان ماه به بیش از 18% رسیده است. یک روزنامه رژیم نوشت: بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به هر ماه را در روزهای چهارم تا ششم ماه بعد منتشر می کند که این تأخیر سؤال برانگیز است. در همین حال منابع حکومتی گزارش دادند که قیمت مرغ باز هم افزایش یافته و از 11 هزار تومان در دو هفته پیش به 14500 تومان رسیده است. افزایش قیمت مرغ در حالی است که به دلیل افزایش قیمت گوشت قرمز، مصرف گوشت مرغ افزایش داشته است.
به اعتراف کارگزاران رژیم، 300 هزار تن از کارگران قطعه‌ساز بیکار شدند و وضعیت قطعه‌سازان روز به روز بدتر می شود. رسانه‌های رژیم گزارش دادند، دبیر انجمن قطعه‌سازان گفت به منظور رفع این مشکلات مالی، نمایندگان قطعه‌سازان کشور 40 جلسه با مقام‌های حکومتی گفتگو کردند، بی آنکه این جلسات به نتیجه برسند و روند بیکاری در این صنعت با شتاب ادامه دارد. بعد از صنعت نفت و گاز، از نظر شمار کارگران مشغول به کار، صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی قرار دارد. پاسدار محسن رضایی، سرکرده سپاه پاسداران در دوران جنگ ضد میهنی، اخیراً در توییتر خود در مورد عملیات پرتلفات موسوم به کربلای 4 در دیماه 65 نوشت: عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن انجام شد و 10 روز بعد در همان نقطه عملیات کربلای 5 را انجام دادیم. این نوشته پاسدار رضایی که در زمان جنگ جوانان و دانش آموزان فرستاده شده بر روی میدانهای مین را سرباز یک بار مصرف مینامید، چنان فضاحت‌بار بود که روزنامه حکومتی اعتماد خطاب به وی نوشت: آیا 1000 کشته و 3900 مفقود الاثر در عملیات کربلای 4 برای فریب دشمن بود؟ حسام الدین آشنا، مشاور آخوند روحانی هم که خود از معاونان وزارت اطلاعات و از شرکای جنایات محسن رضایی است، تلاش کرد این فضیحت را با ترفند دیگری رفع و رجوع کند و خطاب به پاسدار رضایی نوشت: وقت آن رسیده که تن به شفافیت داده و به سوالات کهنه درباره رازهای سر به مهر پاسخ دهید. فضیحت برملا شده همچنین سبب شد که روزنامه ایران، ارگان دولت روحانی، نیز ضمن اعتراف به تعداد بالای کشته‌ها و تلفات جنگی این عملیات و خصوصاً 175 غواص که با دست بسته زنده به گور شدند، پاسدار رضایی را به سوال کشیده و بنویسد: آیا این تعداد تلفات می‌تواند توجیه کننده فریب دشمن باشد؟ واقعیت این است که حسابرسی از جنایت نظام ولایت فقیه در ادامه دادن به جنگ 8 ساله با شعار فتح قدس از طریق کربلا، آن هم در حالی که طبق طرح شورای ملی مقاومت ایران صلح عادلانه در دسترس بود، همه باندها و سرکردگان رژیم را شامل می شود. کما اینکه از خامنه ای تا روحانی و خاتمی بارها به نقش خود در جنایات نظیر فرستادن صدها هزار دانش آموز و نوجوان بیگناه بر روی میدانهای مین اعتراف کرده و سزاوار محاکمه به عنوان جنایتکار جنگی هستند. در حالی که بحران درونی رژیم بر سر لایحه بودجه و فساد اقتصادی بالا می‌گیرد، حضرتی عضو مجلس ارتجاع اعلام کرد وزیر بهداشت کابینه روحانی که در جلسات دولت شرکت نمی‌کند استعفا داده است. وی گفت دلیل استعفای او کاهش بودجه وزارت بهداشت و اختلاف با نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده است. به گفته یک عضو دیگر مجلس رژیم، آخوند روحانی همزمان ببخشید هنوز با این استعفا موافقت نکرده است. منبع خبری پژواک اصفهان، ببخشید افغانستان، خبر داد مدیر بخش تروریسم پلیس هرات پرونده ای را علیه کنسولگری رژیم ایران در ارتباط با قتل هدفدار در این استان به ثبت رساند. این گزارش می افزاید مدیر بخش تروریسم پلیس هرات روز شنبه، دو روز بعد از آنکه برادرش ترور شد، اعلام کرد تمامی حملات هدفمند در هرات با هدایت محمود افخمی رشیدی، سرکنسول رژیم ایران در این استان انجام شده است. به افزود از زمان شروع مأموریت سرکنسول رژیم ایران، 134 نفر از جمله 4 تبعه ایرانی دستگیر شدند که با قتل‌های هدفمندی که در جریان بود در ارتباط بودند. اکثر بازداشتی‌ها اعتراف کردند که شخصیت‌های معروف و نفرات ارشد امنیتی هرات را با دستورات سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی رژیم ایران هدف قرار دادند.
آخرین خبر این ساعت. در پی مرگ آخوند هاشمی شاهرودی، ولی فقیه ارتجاع آخوند صادق لاریجانی، رئیس قضایی رژیم را به جای وی به ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت شورای نگهبان ارتجاع منصوب کرد. در حکم خامنه‌ای خطاب لاریجانی بر ضرورت سامانیابی هرچه سریع‌تر ارکان مجمع و نقش مؤثر دبیرخانه و دبیر آن یعنی پاسدار محسن رضایی تأکید شده است. آخوند صادق لاریجانی که به خاطر اعدام‌های فزاینده و دیگر جنایاتش در رأس قضایی رژیم به شدت منفور است، به خاطر فساد و دزدی نیز با شعارهای مردم به جان آمده از غارت و فساد حکومتی روبروست. آخوند صادق لاریجانی همچنین به خاطر اعدام‌ها و جنایاتش در زندان‌ها لیست‌گذاری و تحریم شده است. هفته پیش همزمان با وخامت حال آخوند هاشمی شاهرودی، یک رسانه حکومتی در رابطه با احتمال انتصاب صادق لاریجانی به جای شاهرودی نوشته بود: صادق لاریجانی که در مرداد ماه 97 دومین دوره 5 ساله ریاست او به عنوان رئیس دستگاه قضایی به پایان می‌رسد، یک گام تا رسیدن به ریاست مجمع تشخیص فاصله دارد. بینندگان گرامی، در پایان اخبار، به مناسبت سالگرد در هم شکستن مهمترین ضرب العجل مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی در کارزار درس ماندگار، توجه شما را به سخنان مسعود رجوی در ده دی ماه سال 90 جلب می‌کنیم. خدا نگهدار.